جمهوری اسلامی بعد از سرکوبی تظاهرات اعتراضی در بیش از 85 شهر ایران، آیا در سیاست‌گذاری ها و نحوه مدیریت کشور تغییراتی ایجاد خواهد کرد؟ بعد در ادامه برنامه؟ وضع اقتصادی مردم خراب است. دولت میگوید همه نهادها باید مالیات بدهند، ولی اکثر نهادهای زیر نظر رهبری از مالیات معافند. جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته گسترده‌ترین اعتراضات و نارامی‌ها را در طول 14 عمر خود تجربه کرد. اعتراض‌های اخیر که از مشهد آغاز شد و با سرعتی شگفت‌انگیز به بیش از 85 شهر بزرگ و کوچک ایران سرایت کرد، بی‌تردید به لحاظ گستره جغرافیایی از انقلاب 57 تا کنون بی‌سابقه بود. جمهوری اسلامی البته با به کارگیری نیروهای انتظامی و امنیتی و شیوه های مختلف برخورد با تظاهرکنندگان از رفتار نسبتاً ملایم در بعضی نقاط گرفته تا سرکوبی به شدت خشن در نقاطی دیگر، بعد از حدود دو هفته این تظاهرات را به قول حسن روحانی رئیس جمهوری ایران جمع کرد. در روزهای گذشته بسیاری از مقام های ارشد نظامی و غیر نظامی از جمله آیت الله خامنه ای رهبر ایران پایان نارامی ها را اعلام کردند. در برنامه امروز میپرسیم پایان نارامی ها یا به تعبیر مقام های ایران پایان فتنه به معنای چیست و این رویدادها احیاناً به چه تغییراتی در سیاست گذاری ها و نحوه مدیریت کشور در آینده منجر خواهد شد. این پرسش ها را در میان خواهیم گذاشت با آرش آزرمی، کارشناس مسائل اقتصادی که از شهر ازمیر در ترکیه با ماست، همینطور فرشته احمدی استاد جامعه شناسی دانشگاه یوله که از استکهلم با ما خواهد بود، ناصر کرمی اقلیم شناس و استاد دانشگاه تروندهایم نروژ از چمنشهر با ما خواهد بود و اینجا در استودیو ستار رحمانی عضو اتحادیه بین‌المللی در حمایت از کارگران در طول برنامه ما رو همراهی خواهند کرد. بسیار بسیار متشکرم از هر چهار مهمان برنامه که دعوت ما رو پذیرا شدند. خانم احمدی، همونطوری که اشاره کردم در ایران مقام های ایران پایان به قول خودشون فتنه یا به هر حال پایان اعتراض ها رو اعلام کردن. از نظر جامعه شناسی، یعنی به معنای جامعه شناختی کلمه، پایان نارضایتی یا اعتراض واقعا چقدر میتونه معنادار باشه؟ من فکر میکنم که خب یه خوشبینیه که و یا یه شاید آرزوییه که بالاخره رهبران همیشه دارن وقتی که اعتراضات مردمی صورت میگیره و به خصوص در این مورد. اما وقتی به مسئله اعتراضات نگاه میکنیم میبینیم که خب همه این رو مطرح کردن که این اعتراضات خیلی خودجوشته بود، خیلی خود به خودی بود، هیچ تشکیلاتی پشتش نبود و قشرهایی بود که شاید قبلا به خیابون نیامده بودن و این خودش از یه پیچیدگی از جامعه ایران در واقع به ما خبر میده. من یک مسئله رو که وقتی به برنامه های مختلفی که در رابطه با ایران هست نگاه میکنم از تحلیلگرهای مختلف سیاسی و اجتماعی، چیزی رو که در اون کم میبینم پرداختن به مسئله گروه های مختلف اجتماعی در ایران هست. یعنی همه به نگاه میکنن به گروه های درون حاکمیت و اینکه حاکمیت چه برخوردهایی میکنه یا در آینده بر اثر این مسائل چه برخوردهایی خواهد کرد، اما کمتر پرداخته میشه به اینکه در واقع شهروندان و ملت ایران چه کسانی هستند. من خیلی مشکل دارم با این مسئله توی این بحث هایی که میبینم و اون اینه که ما برای اینکه بفهمیم که آیا آینده این حرکت ها چی میشه، باید بدونیم که جامعه ایران یک جامعه الان خیلی پیچیده ایه، با زمان انقلاب بسیار متفاوته و غیر از قوم ها و مذاهب مختلف، کسانی که طرفدار مذاهب مختلف دیگر هستند، اعتقادات گوناگون مذهبی دارند و یا سیاسی، در همون طبقات اجتماعی هم ما قشرهای مختلفی میبینیم دیگه. طبقه فقیر جامعه ما یک طبقه همگون نیست، بلکه از معلمان با خواستهای فرهنگی بسیار متفاوت شاید شروع میشه تا به دست فروشان و حتی کسایی که مهاجر هستند. بنابراین اینجا اینکه این اعتراضات و این تظاهرات و این
به خیابون آمدنها آیا ادامه پیدا خواهد کرد یا نه؟ من فکر میکنم که حتما ادامه پیدا خواهد کرد به خاطر شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی که هست. بحران رهبری داریم، بحران دیسکورس داریم، یعنی مسئله فرهنگی نخوردن این نرم ها و هنجارهایی که حاکمه بر سیستم و اون ارزش ها و نرم هایی که بخش جوان ما، حداقل بخش مهمی از بخش جوان ما میخوان با اونها زندگی کنن، بعد بخش بحران اقتصادی داریم و مسائل دیگه. بنابراین این که فرض کنیم که این حرکت های اعتراضی خاموش خواهد شد، من بهش اعتقاد ندارم، اما اینکه چه گروه هایی درگیر خواهند شد و چه چیزی باعث میشه که اونها بیان و این اعتراضات بکنن و یا نه خاموش باشن، خیلی برخوردهای رهبری و به این که این جنبش‌های به این مدل که شکل میگیره چجوری در واقع به حرکت خودشون به صورت کوچک ادامه میدن. من فقط یک نکته رو فقط کوچیک اشاره کنم که بخش، شاید یه بخش بزرگی هم ما داریم که ساکت هستن ظاهرن، یعنی بخشی هستند که کشور خودشون رو دوست دارن، نمیخوان به مسئله سوریه و عراق دوچارشن، از اون زاویه اصلا راضی نیستن از رژیم و در واقع نشستن و نگاه میکنن، نه به عنوان پاسیو بودن و بی حرکت بودن، به عنوان اینکه میخوان ببینن چه اهرم هایی رو باید به کار ببرن برای نشون دادن اعتراض خودشون. و اینها کسایی هستن که تو رای گیری ها هستن اما شاید توی خیابون نیستن و اینها هم در واقع باید جز کسانی که معترض هستن به حساب بیان، چون اعتراض فقط اون نیستش که توی خیابون خودشو نشون میده. بسیار متشکرم. آقای کرمی عزیز، شما ماجرا رو چگونه دیدید؟ آیا این یک حرکت یا یک خشم آنی بود که به هر حال باز شد و خودش رو نشون داد و فرو نشست، یا نه یک اتفاق معنادار بود؟ آقای پرفنجی، در 3-4 سال گذشته تقریباً در با شما صحبت کردم، همیشه هم نظر خاطرتون هست من گفتم که ما وارد یک دوران تازه اقلیمی شدیم که این دوران تازه اقلیمی ما رو به یک سرنوشت و یک شرایط کاملا متفاوت جدید به واقع وارد میکنه اینها. و همیشه هم گفتم که حالا این قدم به قدم این دوران مراحلش چی هست، ما گفتم که ما یک تغییر اقلیمی خیلی بزرگ داشتیم، وارد یک دوره جدید خشکتر شدن و گرمتر شدن شدیم. این به معنی کشاورزی از دست رفتن، امکان کشاورزی در گستره وسیعی از ایران از دست رفتن، مثلا کلا نابودی معیشت‌های روستایی در گستره وسیعی از ایران، فشرده تر شدن فرصت‌ها و گستره معیشت در شهرهای کوچیک و مواردی است. خب این قدم به قدم انجام میشه، هر قدمش ما رو میبره اصطلاحاً مک یک سرزمین داره تاب‌آوری زیستیش رو از دست میده. این یک مراحلی داره، مرحله آخر اون مرحله‌ای که با آستانه تحمل میرسه، مرحله رژیم شیفت رو خوند. حالا رژیم شیفت رژیم چنج نیست، لزومن رژیم شیفت یعنی اون تغییری که توی چشم انداز رخ میده. این کاملا در راستای همون مواردی بوده که در همین چند سال گفته شده. من میخوام بگم آن چیزی که رخ داد، اولین شاید تنها مولد جنبش بزرگ زیست محیطی در دنیا بود که مطلقا حتی یک شعار زیست محیطی در اون داده نشد، چون این شیفت کرده بود به مطالبات اقتصادی و بلافاصله سیاسی. و شاید تنها جنبش زیست محیطی بود که اصلا محیط زیستی ها و طرفداران محیط زیست هیچ نقشی توش نداشتن، هیچ گونه برانگیختن از جانب اونا نبود. من یک دلیل فقط الان بخوام خیلی سریع عرض بکنم، شما ببینید شهرهایی که این تظاهرات توش شدیدتر بود یا به خشونت خیلی شدید کشیده شد، مشهد مثلا، قحطرجان، ایذه، توی سرکان، خرم‌آباد و تا حدودی دسفول، اینها شهرهایی بود که با ویرانی گسترده حیات و معیشت روستایی در مناطق پیرامونیشون روبرو بودن. جمعیت روستایی که میان توی شهرها، میگن در این 5 سال گذشته نیمی از روستاهای شرق ایران خالی شده، اینا غالبا میان مشهد. مشهد نمیتونه اینا رو بپذیره، مشهد نمیتونه به اینا فرصت حیات بده، اینا یک حاشیه‌نشینان متعارضی تبدیل میشن. مطالبه به اصطلاح رفاه، مطالبه خدمات افزون بر اون مقداری هست که مشهد میتونه به اینا عرضه کنه، در حالی که مشهد خیلی هم شهر ثروتمندی هست اتفاقا. و نتیجه میشه که مشهد اساسا یک شهر ناپایی داره، همیشه در این شهر تنش و تظاهرات خواهد بود. همین رو ما میتونیم تضمین بدیم به گستره وسیعی از ایران، همه این جاها این ناپایداری. به همین خاطر ما وارد یک مرحله شدیم که دیگه این ناپایداری ها از دید من به شدت ادامه خواهد داشت. آقای آذرمی، با شما که صحبت میکردم پیشتر صحبت از ابر چالش‌های اقتصادی کردید و از جمله دو موردش رو که اشاره کردید همین نکاتی بود که آقای کرمی الان به تفصیل توضیح دادن. بله دقیقا، جناب کرمی رو درستی فرمودن، بحث‌های در واقع چالش‌های
ایران که حالا یه فضای رسانه‌ای در سالیان اخیر به عنوان ابر چالش ازش یاد شده. 6-7 حوزه هست که 2 حوزه‌اش همین منابع آب و مسائل زیست محیطی هست که به تفصیل و در واقع ایشون فهمیدن این موضوع رو. خب ایران یه اقلیم خشکی داره و داره به سمت مشکلات شدید میره ناشی از این مسئله. در کنار این مسئله، حالا مسئله اقتصادی هم که مطرح شده به عنوان اول چالش‌های کشور، بحث صندوق‌های بازنشستگی هست، بحث بودجه دولت و عدم کارایی اون هست، بحث نظام بانکی و مشکلات عدیده‌ای که داره و بحث بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم، که این 4 موضوع اقتصادی کلان کشور هم که در واقع در فضای رسانه‌ای کشور حتی توسط تیم اقتصادی خود دولت به عنوان برجام 2 مطرح شد که برای حل این مسائل ما نیاز به یه برجام داخلی داریم، باید کل حاکمیت تصمیم بگیره، تصمیمات اساسی بگیره، حتی یه سری پارادایم های در واقع پایه‌ای حتی حاکمیتی باید تغییر بکنه اگر که ما بخوایم این ابر چالش ها تبدیل به ابر بحران نشه. نقش تک تک این موضوعات رو ما توی در واقع این اعتراضاتی که اخیراً انجام شد می‌بینیم، یعنی بحث صندوق‌های بازنشستگی، بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی کشور در معرض ورشکستگی هستند. توی اصفهان ما دیدیم که صندوق در واقع بازنشستگان صندوق فولاد جزء کسایی بودن که در واقع اعتراضات رو در سالیان اخیر داشتن، همچنین صندوق بازنشستگی و خود صندوق تامین اجتماعی که به عنوان بزرگترین صندوق کشور هست در سالیان اخیر با کسری نقدینگی روبرو هست. بودجه دولت هم خب امسال برای اولین بار شفاف شد، گستردگی شبکه‌های اجتماعی هم باعث شد که مردم در واقع وارد ریز جزئیات و در واقع ردیف‌ها و مؤسسات و بنیادهایی که مشخص نیست به چه دلیل بودجه می‌گیرن، کارایی مشخص و شفافیتی در عملکردشون نیست، این هم باعث شد که یه نارضایتی ایجاد بشه. شاید این هم تاثیرگذار بود در این اعتراض. و بحث نظام بانکی هم که خب بحث مؤسسات مالی غیر مجاز رو داشت که به تفصیل راجعش صحبت شده، و بیکاری هم که در واقع بیشترین قشری رو که در بر میگیره جوانان کشور هست که طبق آماری که اعلام شد بیش از 80% افرادی که حالا دستگیر شدن توی این اعتراضات زیر 25 سال داشتن، که عمده اینها به دلیل همین ناامیدی از آینده اقتصادی و بیکاری بسیار فراگیری هست که در مناطق محروم همین بسیار بیشتر دیده میشه، یعنی بیکاری تا حتی 80% هم در واقع توی بعضی از استان‌های ما متاسفانه به ویژه در جوانان و جوانان تحصیل کرده وجود داره. تمام اینها میتونه ریشه اقتصادی این اعتراضات باشه که در واقع راه حلش حالا به نظر بسیار پیچیده هست که شامل تو بکنیم. ممنونم آقای رحمانی. شما سالها هست که در واقع در حوزه کارگری ایران فعال هستید، مسائلش رو دنبال میکنید و بعضا ارتباطاتی هم دارید به حال با فعالان کارگری در داخل کشور. نکاتی که اشاره شد، مشکلات اقتصادی که آقای آذرمین رو به عنوان ابر چالش های در واقع اقتصادی مطرح کردن و نکاتی که دیگر دوستان گفتن، فکر میکنید تأثیر بلافصل اینها روی زندگی کارگران عادی چه بوده در سالهای گذشته و اینها چقدر در واقع نقش داشتن دارن چه که شاهدش بودیم؟ در سال قبل رو مثال بزنیم، در هر روز 3 اعتصاب کارگری بوده، یعنی به طور متوسط 3 اعتصاب کارگری. دلایل اعتصاب هم تعویق دستمزدها، اخراجها، خصوصی سازی و امنیتی کردن شرایط کار بوده. در رابطه با معلمان هم همینطور، حقوقی که یا دستمزدی که تعیین کردن دستمزد به شدت زیر خط فقر بوده و این انباشته شده سالهای سال انباشته شده و بقول خودشون حدود 40% جمعیت ایران حتی زیر خط فقر زندگی میکنن. این مجموعه اعتراضات کارگری در چند سال اخیر انباشته شده از همین اعتراضاتی که اخیرا دیدیم. یعنی طبقه کارگر ایران، من به نظرم دو تا طبقه، طبقه کارگر و طبقه سرمایه‌دار با ایدئولوژی اسلامی، این دوتا با هم در حال جنگ بودن. در میان اینها یه طبقه متوسطی بود که دیدیم در سال 88 اعتراضاتی که وجود داشت اعتراضات اصلاح طلبانه بود، اما این دفعه اعتراضاتی که دیدیم، این جنبش به نظرم جنبش نان و آزادی بعد اسمشو بذاریم، جنبشیه که از درون طبقه کارگر میاد، جنبشیه که از اون 700 هزار دانشجویی که هر سال میان فارغ تحصیل میشن و کار ندارن، جنبش بیکارانه.
و در بقیه مسائل، مسئله محیط زیست و مسئله زنان و یکی از اساسی ترین باید بگیم یا دو تا از اساسی ترین مسائل، مسئله اقتصادی، مسئله ایدئولوژیک، رژیم ایدئولوژی میخواد تحمیل بکنه این مسئله رو و مردم نمیپذیرن دیگه. همین جوانایی که اومدن حد زدن بین 25 تا 30 سال، این جوانایی هستند که در درون همین رژیم رشد کردن و اعتراضات این دفعه کلیت نظام را زیر سوال برد. ببینید شعار اصولگرا اصلاح طلب دیگه تموم کار ماجرا، این یعنی که ما به دیگه هیچ کدوم از جناهایی که تاکنون وعده و وعید پوچ میدادن که زندگی شما را بهتر میکنیم قبول نداریم. حتی شعارها فراتر رفت، در یه جایی مرگ بر بیکاری میدادن، در یه جایی مرگ بر خامنه ای میدادن. ریشه همه اینها رو شما در مسائل اقتصادی که در واقع این طبقات محروم باهاش روبرو هستن میبینید؟ ببینید نه، تنها مسائل اقتصادی نیست. گفتم مسئله اقتصادی یکی از مسائل اساسی بوده که به طور مداوم از شروع نظام جمهوری اسلامی تا کنون کارگران، معلمان، پرستاران، بقیه رژیم رو به چالش کشوندن و سطح این اعتراضات بالاتر رفته. دوم مسئله ایدئولوژیک هست، سوم مسئله محیط زیست هست و چهارم اختلاس‌های درون طبقه حاکم هست. اختلافاتی هست که اختلاساتی که نجومی هست. این مجموعه شرایطی که انفجاری رو در جامعه، این پیشبینی میشد، انفجاری در جامعه ایجاد کرد که کلیت نظام رو بزیر سوال بره، مدیریت رو در واقع ناکار. من به نظرم این جنبش اگرچه در حال حاضر به نظر میاد که این جنبش به عقب رفته یا آرام شده، اما علارغم این که روحانی یا آقای خامنه ای اعلام میکنن که جنبش را شکست دادن، این جنبش شکست نخورده، این جنبش داره نفس تازه میکنه که بتونه نیروهای خودش را دوباره بازتولید بکنه و دوباره به میدان خواهد اومد. به نظرم خانم احمدی، به هر حال اون چه که شاهدش بودیم یه مقدار فروکش کردن ماجرا بوده، حالا تمام شده نشده بس شما اشاره کردید به اینکه به لحاظ جامعه شناختی تمام شدن خیلی معنا نداره، در واقع روندیه که، ولی فکر میکنید که در سیاست گذاری ها، حالا هر حکومتی طبعا میخواد به تعبیر آقای روحانی جمع کنه یا سرکوب بکنه ماجرا تموم شه، ولی بعدن در سیاست گذاری ها، در تخصیص نمیدونم بودجه، در اولویت دادن ها به مسائل اقشار معترض، خب معمولا حکومت ها سیاست هاشون رو یه مقدار تغییر میدن. شما فکر میکنید که چقدر بر سیاست گذاری هایی که الان در ایران شاهدش هستیم نگاه به یک معنا جامعه شناختی حاکم هست و اینها رو، این اعتراض ها یا این ریشه های این نارضایتی ها رو تلاش خواهند کرد که از بین ببرند با توجه بیشتر به اونها؟ ببینیم، ما در حکومت ایران با گروه های مختلف روبرو هستیم، گروه هایی که در واقع به نظر من عقلانی فکر میکنن، گروه هایی که عقلانی ابزاری فکر میکنن و گروه هایی هستن که خب اصولگرای اقتدارگرا هستند و چون بخشی از جامعه را به هر حال شاید بین 6 تا 10 میلیون، شاید حتی چون رای گیری نشون داده تا 16 میلیون با خود دارن، فکر نمی کنن که نیازی حداقل در تغییر اون اصول بنیادی ایدئولوژیک که و یا سیاسی و یا شکل حکومتی و یا حتی میگم شکل حکومتی منظورم ولایت فقیه و یا شیوه هایی که امروزه به کار میبرند برای مقابله با رقیبشون، اونا رو باید تغییر بدن. اما من فکر میکنم که همیشه فشار و نیاز آدم ها رو وادار میکنه و گروه ها رو وادار میکنه به تغییر و اینها هم نشون دادن در عرض تقریبا 40 سال که به هر حال بلدن که مانور بدن و بلد هستن که انعطاف دارن در بعضی قضایا. ولی من فکر میکنم به دو مدل ما میتونیم فکر کنیم که این انجام شه، که خب از طرف اصلاح گرایان هست که فکر میکنم بیشتر انعطاف پذیرن، بیشتر گوش شنوا دارن و چون قشر وسیعی که همه یکسان نیستن پشتشون دارن، یعنی پایگاهشون از کسانیه که تقریبا حتی ضد رژیمن اما فعلا راضی شدن به این گروه، تا کسانی که خب طرفدار اصلاح هستن و واقعا اصلاحات رو در چارچوب جمهوری اسلامی میبینن. این طیف رو اینا باید راضی کنن و به خاطر اینکه بتونن اکثریت رو داشته باشن، چون در 5 سال گذشته خوب رأی آوردن در رأی گیری های مختلف.
بنابراین اینا میان به نظر من اگر که اون عاقل باشن، اگر بتونن این تیز هوشی رو داشته باشن که این پیام رو گرفته باشن که فکر میکنم این کارو کردن، یه سری آزادی ها رو شاید بدن. از جمله مثلا شنیدم در مورد حکم اعدام یک سری میخوان راحت گیری بکنن، بعد مسئله شاید حجاب خانم ها باشه، یه سری آزادی های مختلف باشه، اگر چه الان سرکوبه. بعد از این سرکوب بعد از این که این در واقع نشون دادن که ما هنوز قدرت رو داریم، ما هنوز کنترل رو داریم، این کار رو میکنن. اما اون گروه اصولگرا به نظر من اگر بخواد که ادامه بده که پایه‌ای داشته باشه، غیر از یک گروهی که به نظر من همیشه پایه اونو دارن، چون بخشی از ملت ما از سنتگرا هستن، بخشی واقعا اینها نماینده ایدئولوژیکشون هستن، اینجوری نیستش که اینا هیچ کس رو ندارن، ولی اون گروه به نظر من باید روی یه مسائل جدی مثل مسئله خود ولایت فقیه و مسئله شیوه رهبری باید کار بکنه تا بتونه که فائق بیاد بر برخی نارضایتی ها. چون ما مسئله دموکراسیمون در واقع یک مشکل اساسیش به نظر من میره به شیوه رهبری و شیوهی که ما امروز داریم با مجلس خبرگان و مسئله ولایت فقیه. مسئله نیستش که کوچیک باشه و از آغاز انقلاب هم این مسئله وجود داشت و نبود از آغاز در واقع در برنامه. من فکر میکنم که اینا خب الان روی مسائل فکر میکنن و پیام رو شنیدن، اگرچه از فتنه صحبت میکنن، اگرچه خب سعی میکنن بالقوه و نیروهایی که الان هستن رو به نوعی سرکوب کنن، اما در دراز مدت من فکر میکنم که به یه سری اصلاحات تن دارن، در حدی که در چارچوبشون ممکنه تغییراتی در واقع ایجاد خواهد شد. آقای کرمی، این تغییرات در حوزه اجتماعی، همونطور که خانم احمدی اشاره کردن، به هر حال جامعه ایران به لحاظ آزادی اجتماعی بهتر شده الان، با 20 سال پیش قطعا قابل مقایسه نیست، ولی نارضایتی ها همشون بحث های آزادی های اجتماعی نیست، مسائل اقتصادی هست. تصویری که شما ترسیم کردید در ابتدای برنامه به لحاظ مشکلات حالا زیست محیطی و اقلیمی، آیا آنچه که پیش بینی که کردید که این مرحله به مرحله به کدام سو خواهد رفت، این یک سرنوشت محتوم هست یا میشه جلوش رو گرفت و چگونه، و آیا این دولت یا این حکومت در واقع این توان رو داره، یعنی توان مالی وجود داره که بتونه در واقع این کار رو انجام بده؟ یک جامعه، یک سرزمین میتونه هر شرایط اقلیمی وقف بده، به شرط اینکه هوشمندی و انعطاف و انگیزه انطباق با اون شرایط جدید رو داشته باشه، از همه مهمتر آگاهی داشته باشه نسبت به شرایط جدیدی که رخ داده. انسان ها همه جای کره زمین دارن زندگی میکنن، تو قطب شمال رو، خط استوا، وسط دیابون، اینها، این حاصل انطباقشون با اون شرایط است. اگر شما بدانید تغییر رخ داده و خودتون رو با اون تغییر وفق بدید، قطعا اثرش بر زندگی شما، آثار منفیش رو میگم، خب میتونه خیلی محدودتر باشه. اینها مشکلی که الان وجود داره، من به صورت عمومی عرض میکنم، همه تحلیل ها، همه تصوراتی که الان ابراز میشه درباره همین تظاهرات، چه از داخل سیستم، یعنی چه مقامات جمهوری اسلامی که ابراز نظر کردن، چه از بیرون و چه حتی از اون رادیکال ترین اپوزیسیون و مخالفان نظام، همه اینها تحلیل های پیشا خشکیدگیه. ما یک تحلیل، یک پارادایمی که بنیان نهاده شده بر پسا خوشیدگی باشه، اینکه ما در چشمانداز جدیدی که ایران پیدا کرده چه کار باید بکنیم، این متاسفانه وجود نداره. من حالا اینکه آیا سیستم جمهوری اسلامی چقدر میتونه خودش رو وفق بده، من برای اینکه بگم یه ذره من خیلی امیدوار نیستم، همین رو بگم. ببینید، بخش زیادی از این شری که وجود داره، ببینید، ما تو جنبش 88 نکته این بود که عمده آن شری که مردم علیهش اومده بودن توی خیابون قابل انتساب به جمهوری اسلامی بود، چون مطالبات طبقه متوسط بود عمدتاً، بحثی مثل آزادی فرهنگی و آزادی علایزر گشایش سیاسی و اینها. اما این وضعیتی که الان رخ داده، بخشی از این شهر، شاید بخش بزرگی از این شهر، به واقع هم نسبت مستقیم با جمهوری اسلامی نداره، بخشش اصلا تغییر اقلیمه. اما ما می‌بینیم که جمهوری اسلامی به ناخواسته، بدون اینکه متوجه بشه، کل این مسئولیت شر رو میپذیره، بدون اینکه بدونن لازم نیست این کار رو بکنن، و کل این مسئولیت شر هم به جمهوری، به روی دوش جمهوری اسلامی انداخته میشه. ممکن جمهوری اسلامی حتی برای بقای خودش در واکنش به این وضعیت جدید هیچ شما واکنش متناسبی نمیبینید، خب این نگرانی وجود داره که برای انطباق با اون هم نمیتونه یک برنامه داشته باشه.
کمان که من الان چند ماه بودم میگن چرا شما در مورد این برنامه زیست‌محیطی دولت جدید چیزی نمی‌نویسی. من چندین ماه منتظرم اولین پلن و اولین ایده دولت روحانی برای این مهار اثرات تغییر اقلیم در ایران منتشر بشه، بر مبنای اون حالا نظرم بنویسم، ولی هیچ منتشر نشده. فعلا سیاستی در واقع اعلام نشده، ایده هم نداره. جناب آذرمی، در کوتاه مدت آنچه که بود، چون اشاره شد به اینکه به هر حال یه تغییراتی ایجاد خواهد شد، یه درس‌هایی گرفته خواهد شد، پیامی شنیده شده، فکر می‌کنید که در بودجه‌ای که مثلا همین الان در مجلس در دست بررسی هست چه تغییراتی ممکنه داده بشه برای اینکه یه مقدار مشکلات اقشار محروم رو بتونه در واقع رفع بکنه، و یا در دراز مدت؟ در کوتاه مدت که مشابه کاری که همیشه انجام شده در این 3-4 دهه اخیر، هنر اصلی مدیریت دولتی و مدیریت عمومی در ایران به تعویق انداختن مشکلات، یعنی اینکه خب سریعا الان بیا قیمت بنزین رو افزایشش رو خیلی محدود بکنیم یا یه سری تغییرات دیگه رو بدیم، بیایم سود سهام عدالت پرداخت بکنیم که در واقع بتونیم تا حدی این نارضایتی رو بپوشونیم. اما در بلند مدت واقعا این هست که این ابرچالش ها در حال تبدیل به ابربحران هستند و حتی بعضی از این ابربحران ها آغاز شده. الان صندوق تامین اجتماعی که تقریبا بیشی از نیمی از جمعیت کشور رو تحت پوشش داده، ماهیانه 900 میلیارد تومان کسری نقدینگی داره. این پیشبینی هایی هم که هست، گزارش که خود مرکز پژوهش های مجلس از این وضعیت داده، این میتونه یه بحران بسیار بزرگتری باشه. نظام بانکی ما همینطور. در حوزه بیکاری ما 3 میلیون بیکار رسمی داریم، آمار غیر رسمی اگر دانشجویان و سایر افراد رو هم وارد بکنیم تا 6-7 میلیون نفر میرسه. اینها همه مثل بمب‌های ساعتی هستن که در آستانه انفجار هستن. اقتصاد ایران و کلن شاید بشه گفت و وضعیت ایران از حالا حوزه های مختلف در یک بزنگاه تاریخی هست. همونطور که گفتم باید تغییر پارادایم سیاسی اقتصادی صورت بگیره، در واقع بره به سیاست‌های مثل سیاست‌هایی که حالا کشورهای دیگه باز کردن، در حال سرمایه‌گذاری خارجی، تکنولوژی روز وارد بشه، اشتغال ایجاد بشه، در واقع قدرت خرید مردم احیا بشه و سایر مسائلی که بتونه کمک بکنه. اما به نظر بنده چشم‌انداز مثبتی تو این زمینه نیست. برجام دو مطرح میشه توسط تیم دولت با همین تقریبا چارچوب، شدیداً توسط بخش اقتدارگرای حاکمیت در واقع مورد سرکوب قرار میگیره. اصلا این دیدگاهشون وجود نداره که باید این تغییرات رو انجام بدن. از یه طرف دیگه هم سرمایه اجتماعی در ایران شدیداً کاهش پیدا کرده، یعنی اعتماد مردم به حکومت به دلیل افشای فسادها و اختلاسهای بسیار زیاد توی حاکمیت بخشای مختلفش و همچنین ناکارآمدی که در واقع دیدن و رسانه‌های رسمی که در واقع دروغ‌پردازی کردن در حوزه‌های مختلف، سرمایه اجتماعی در ایران شدیداً کاهش پیدا کرده که حالا خانم احمدی بتونن بیشتر راجع به این توضیح بدن. این خودش یه موضوعی هست که جراحی‌های اقتصادی که اقتصاد ایران الان باید انجام بده و نیاز به یه همدلی و همراهی دولت و مردم داره، حتی شاید بعضی حوزه‌ها دوره ریاضت اقتصادی رو بخواد داشته باشه، مردم الان این رو پذیرا نیستن چون اعتماد به حاکمیت در کمترین آقای آذرمی. خیلی کوتاه لطفاً، خیلی کوتاه ممنون میشم. فکر میکنید که ممکنه مثلا در سیاست‌های منطقه‌ایش ایران تجدید نظر بکنه؟ به هر حال این سیاست‌ها هزینه دارن و این هزینه‌ها میتونن جاهای دیگری برن. این احتمال وجود داره که حالا بخشی از این هزینه‌هایی که در واقع برای حمایت از سایر گروه‌هایی که دارن در واقع از منافع جمهوری اسلامی حمایت میکنن در کشورهای مختلف کاسته بشه، اما من همونطور که گفتم به نظر میرسه که تغییر چندانی در واقع توی اون بخش اقتدارگرای حاکمیت رخ نداده و الان هم برخوردشون و واکنششون به این مسائل مثل همیشه انداختن مسئله به گردن دشمن و در واقع اون کانسپیرسی تئوری و اون تئوری توطئه هست که همیشه به این صورت داره. آقای رحمانی، خیلی از این مشکلات که در واقع وجود داره، بحث اقتصادی که مطرح هست، راه حلش سیاست‌های ریاضتی اقتصادی هست. طبیعتاً در همه کشور این کار می‌کنن برای اینکه مقدار صرفه‌جویی، و این سیاست‌های ریاضتی اولین فشاری که وارد می‌کنه روی همون باز طبقه کارگر و طبقات محروم هست. یعنی و اگر این اتفاق نیفته و باز هم در دراز مدت همین هست، چون مشکلات عظیم اقتصادی کشور حل نخواهد شد، فکر میکنید که چگونه میشه این اعتماد رو جلب کرد؟ یعنی اعتماد طبقات پایین تر که به هر حال یه مقدار چند سالی باید کمربندها رو سفت تر بست. من فکر
ببینید رژیم به نظرم دو تا آپشن داره، دو تا انتخاب داره. یکی این که بیاد صدای مردم رو شنیده باشه، صدای اعتراضات تاکنونی رو شنیده باشه، بیاد رفرم بکنه. رفرم به این مفهوم که اون محدودیت هایی که برای زنان گذاشته برداره، تشکلاتی که تشکلات مدنی و تشکلات صنفی رو آزاد بذاره اینا فعالیت بکنن، زندانی های سیاسی رو آزاد بکنه و یه فضای باز سیاسی باشه که مردم بتونن نفس بکشن. و از لحاظ اقتصادی الان شرایط بسیار ناامن هستش برای تمام کارکنان، چه معلم، چه کارگر، چه کارمند. این مجموعه ناامنی، عدم امنیت شغلی وجود داره و اینم همونطور که شما فرمودید به خاطر ریاضت‌های اقتصادی. ریاضت اقتصادی به دو شکل خودش رو نشون میده، یکی کوچک کردن دولته، یکی تعدیل نیروی کاره. تعدیل نیروی کار به این معناست که نیروی کار رو باید اینا ارزون نگه دارن تا بتونن سرمایه خارجی رو جلب بکنن به سمت ایران و یا سرمایه ها رو به سمت صنایع جمع بکنن. جمهوری اسلامی انتخاب دومش سرکوبه، یعنی همین روند رو ادامه بده. به نظرم الان دیگه فرقی، هیچ گونه فرقی، حداقل این اعتراضات نشون داد بین اصلاح طلب، سبز و اصولگرا به طور کل در حفظ نظام نیست. درسته با هم اختلاف دارن برای سر قدرت، اما اینکه اصلاح طلب شرایط دیگه ای رو ایجاد خواهد کرد، من به نظرم این دیگه ثابت شده که وجود نداره. این رژیم در کل نمیتونه اون انتخاب اول رو بره، یعنی امکان رفاه اقتصادی، امکان اینکه ایدئولوژی اسلامی رو ورداره مجموعه از سر مردم به این مفهوم که زنان رو آزاد بذاره، حقوق برابر ایجاد بکنه، مدارس از قید این شرایط مذهبی آزاد بشن و همچنین آزادی های اجتماعی، فردی، سیاسی در مجموع. این به نظرم پایان اون مجموعه ایست به نام نظام جمهوری اسلامی. یعنی دیگه جمهوری به نام جمهوری اسلامی در اون شرایط وجود نخواهد داشت و به خاطر همین با مجموعه شرایطی که الان وجود داره، درسته اینا شنیدن، اعتراضات شنیدن، ولی جوابش هم ما شنیدیم. تعدادی را آوردن تو خیابون، فیلم گرفتن ازشون و گفتن که ما اعتراضات را از طریق مردم خوابونیم، در صورتی که به این شکل نیست. 22 نفر در این اعتراضات کشته شدن، 1000 نفر، شاید بیش از 1000 نفر دستگیر شدن، هزارها نفر دیگه تحت نظارت و دوربین اینا قرار دارن که نکنه به عنوان یه فعال بیان دوباره اعتراضات جمع بکنن. و حتی در زمینه بودجه اینا بودجه های نظامیشون رو اضافه کردن، به جای اینکه بودجه آموزش پرورش باید اضافه بشه که آموزش پرورش با کیفیتی داشته باشن، یا اینکه شرایطی ایجاد بکنن که این کارخونه هایی که در حال ورشکست شده در شدن هستن اینا رو ایجاد بدن. تغییر این سیاستی نمیبینید شما؟ من به نظرم این رژیم تغییر سیاست نخواهد داشت و این جنبش برای اینکه به اون رفرم حداقلی هم برسه مثل تونس، این رژیم جمهوری اسلامی باید بره، باید سرنگون بشه. ممنونم خانم احمدی. تجربه کشورهای دیگری که حالا سرنوشت مشابهی رو داشتن، حالا به نوعی هم با مشکلات اقتصادی در داخل درگیر بودن، هم احیانا درگیر جنگ خارجی بودن، چه بوده؟ یعنی به لحاظ جامعه شناختی اونجاها چه اتفاقی افتاده؟ خیلی کوتاه ممنون میشم. بله ببینیم، من فکر کنم این مسئله، این که ما بخوایم ببینیم در کشورهای ببخشید دیگه چه اتفاقی افتاده و بخوایم الگو برداری کنیم یا ببینیم که آیا ما هم میتونیم اون راه رو بریم، من فکر کنم در این مقطع خیلی غلطه. چون تو کشورهای مختلف دیگه ما میبینیم که بسته به این که مردم چه خصلت فرهنگی و روانی دارن و حکومت‌ها به چه مدل هستند و این حکومت‌ها رابطه‌شون با جهان خارج، با قدرت‌های بزرگ چی هست، این پیامدهای مختلف داشته. در مورد ایران من باید بگم که ما یک مشکل با رهبری و با حکومت داریم، یه مشکل دیگه با مردم داریم، برای اینکه مردمی رو داریم که ببخشید در واقع سالها طول میکشه تا تمرین دموکراسی کنن، مردمی هن که حدود شاید 2000 سال در استبداد به سر بردن. از سوی دیگه ما یک مشکلی داریم و اون مشکل اینه که الان مردم کاملا صحیح میگن دوستان دیگه به بی اعتماد شدن، اما شما نمیتونین شرایط اقتصادی یک مملکت رو عوض کنین فقط با تغییر یک سیستم و با تغییر رژیم، چون الان ما مشکلات عدیده ای داریم. حالا من اصلا بحثم این نیست که رژیم باید برود یا نرود، اصلا بحثم این نیست. معتقدم که
امروز ما در یک شرایط از نظر اقلیمی، از نظر جهانی و از نظر در واقع روحیه مردم ایران و شکل برخوردشون به مسئله قدرت و به هم دیگه، یعنی توی گروه‌های مختلف به هم، در یک شرایط کلا بحرانی قرار دادیم. مردم باید به یک درجه از خواست و اعتماد به اینکه میخوان شرایط اقتصادیشون رو تغییر بدن و خودشون مسئولیت دارن برای این کار برسن. هیچ حکومتی بدون شرکت مردم و مسئولیت مردم نمیتونه تغییرات اقتصادی در یک همچین شرایطی که الان ما داریم به وجود بیاره. و من فکر میکنم که من اعتقاد ندارم که رژیم هنوز دیگه به آخر خط نرسیده. من معتقدم که هنوز جا داره و بسته به اینه که چقدر بتونه عقلانی برخورد کنه و بتونه اعتماد رو جلب کنه. و من فکر میکنم این سرکوب ها خیلی منفیه، اما فکر میکنم موقته و به نظر من اینها جا دارن که کار بکنن. حالا اینکه ما دوست داشته باشیم یا نه موضوع دیگه ایه، ولی امیدوارم که به هر حال هر حرکتی که صورت میگیره به کشتار و خشونت منجر نشه، چون این دیگه آخرین چیزیه که این ملت واقعا احتیاج دارن. اما فقط یه نکته آخر رو بگم، مسائل اقتصادی ایران رو ما باید جهانی هم ببینیم، یعنی فقط به مسئله درونی مربوط نیست و اونجا خب مشکل عظیمی هست، چون ما الان کلا می‌بینیم که سیستم سرمایه‌داری و کل اقتصاد جهانی در یه بحران خیلی عمیقی هستش. بعد طبیعتاً بیش از یک دهه در واقع رکود حاکم بوده و طبعا ممکن این تاثیرات خودش رو تو کشورهای مختلف از جمله ایران هم بذاره. من ممکن مشکلات درونی اصلا نیستم، اما در مورد اختلاس و غیره بنا هم تصویر رو باید بزرگ و همه چیز رو در واقع همه رو دید. فقط آقای کرمی، شما فکر می‌کنید که در سال‌های آینده آیا شاهد ما از این بحران‌ها به هر حال بوده دیگه، 88 بود، موارد دیگر حالا کوچک بزرگ، و معمولا یه دوره 7-8 ساله‌ای هم از روش گذشته و یه مقدار ساکت شده به اصطلاح اوضاع، ولی آیا تغییر سیاستی به لحاظ الگو برداری اگر بخوایم بکنیم در داخل خود ایران بعد از هر کدوم از این نارامی‌ها، آیا تغییراتی در سیاست‌های کلان مشاهده شده و الان میشه اون انتظار رو داشت؟ من عرض کردم در ابتدا متاسفانه آن چیزی که نشون بده آگاهی نسبت به تغییر وضعیت نزدیک به شرایط جدید وجود داره در هیچ جا دیده نمیشه، نه خود سیستم نه اپوزیسیون سیستم، که ما بگیم از برایند این دوتا برخورد و دو نوع تفکر دو نوع پارادایم میشه به یک پارادایم تازه رسید، اونم ایران پسا خوشگیدگی، ایرانی که با شرایط جدید روبرو میشه. اینکه غافلگیر شدن همه از این جریان، ببینید ما همیشه در یک فضای مجازی که عمدتا برام یعنی رسانه‌هایی که متعلق به طبقه متوسط به بالا و توسط طبقه متوسط به بالا اداره میشدن در همه این سالها یک جزیره کوچیکی بود، اما جمهوری اسلامی اساسا اهمیت هم نمیداد، نه به خود اون رسانه ها، نه به اون طبقه متوسط و مطالبات و تقاضای اون طبقه متوسط. جمهوری اسلامی خودش رو قرار یعنی به اون عمق استراتژیک جمهوری اسلامی طبقه محرومی بودن که رسانه شون هم فقط حالا صدا و سیما بوده دیگه، ولی توی اون فضا و توی اون به اصطلاح اون سپهر ذهنی جمهوری اسلامی و طرفدارانش و پیروانش داشتن با هم زندگی میکردن، در سپهر دیگری طبقه متوسطی با رسانه ها و فضای ذهنی دیگری داشت زندگی میکرد. فرقی که رخ داده الان این هست که جمهوری اسلامی در همه سالهای گذشته به واسطه پول نفت کمابیش میتونسته اون طبقه فرودست رو راضی نگه داره، اما عرض کردم به واسطه فروپاشی این اقتصاد روستایی، اقتصاد کشاورزی، اونهایی که عمق استراتژیک جمهوری اسلامی بودن، اینها الان رو برگردوندن. عمده اینهایی که در این شهرهای کوچیک به خصوص تو شهرهای مناطق مثل خوزستان یا لرستان یا اینها تظاهرات کردن، اینها عضو فعال بسیجن، اینا قطعا جز افرادی هستند که همیشه میرفتن رأی میدادن. اینا این ماجرای جدید بازی هست که جمهوری اسلامی توش مهارت نداره، یعنی بازی برخورد با و یک نقطه دیگری رخ داده، برای اولین بار طبقه فرودست رسانه خودشون رو دارن و خودشون میتونن صحبت کنن توی تلگرام، اینا تا حالا به رسانه‌های دیگران با دغدغه‌های دیگران گوش میدادن. به هر حال این ماجرای بزرگی، من فقط یک بخشش رو بخوام بگم، در کوتاه مدت ما فقط اگر بخوایم 5 میلیون روستایی رو تو روستا نگه داریم برگردونیم که روستاشون فقط 5 میلیون، ما حداقل به 1 میلیون شغل احتیاج داریم به ازای هر 5 نفر اعضای خانواده یک شغل، این میشه 1 میلیون شغل، 1,200,000,000 تومان، یعنی قیمت هر راه اندازی هر شغل اینا 1,200,000 تومان، فقط این در کوتاه مدت لازمه.
اینکه ما بیایم به هر حال به یک سیستمی از اقتصاد یا به سیاست برسیم که چنین سرمایه‌ای رو جذب می‌کنه، مثلا ما به این تغییر باور بیاریم، سرمایه اجتماعی که به دولت کمک بکنه، دولت بدون کمک به اصطلاح اقشار الیت و اقشار روشنفکر جامعه هرگز نمیتونه مردم رو مجاب کنه مثلا تن به یک برنامه ریاضت ملی بدن. ما حتما به یک برنامه ریاضت ملی احتیاج داریم، فقط برای همین حل مهار بحران آب حتی اینا. به همین خاطر مسائل خیلی پیچیده است. به حساب مرحله اول این است که هم خود نظام، هم اپوزیسیون نظام، هم قشر الیت، هم نخبگان، هم مردم با شرایط و اختزاعات دوران و سرنوشت تازه‌ای که ایران باش رو در رو شده به صورت خیلی شفاف و واضح رو در رو شدن. دوران پسا خشکیدگی. آقای آذرمی، آقای کرمی معتقدن که برای مثلا همین بحث بیکاری نزدیک 2000 میلیارد تومان پول لازم هست، یعنی سود 6 یا 5.5 برابر بودجه عمومی کشور امسال، و این رقمی نیست که حالا به راحتی به دست بیاد. اون تغییری که من اشاره کردم مثلا در سال 88، خب نارضایتی ها عمدتا از قشر متوسط بود و بحث انتخابات، ولی به هر حال خیلی معتقدن که درسته که سرکوب شد، ولی در سال 92 و بعد 96 یه تغییرات بسیار کوچکی به هر حال سیستم ایجاد کرد برای اینکه بتونه طبقه متوسط رو حداقل پای صندوق رای راضی نگه داره، و خب میلیون ها نفرم رفتن رای دادن. این یه تغییر بود دیگه به یک معنا. از این زاویه من میخوام بدونم که فکر میکنید که به لحاظ اقتصادی اولا چنین توانی وجود داره و آیا سیستم به این سمت خواهد رفت؟ ببینید، همونطور که گفتم احتمالاً سیاست‌های کوتاه‌مدتی مانند حالا عدم افزایش قیمت بعضی کالاهای اساسی که برای مردم مد نظر هست و خیلی در واقع تو فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور بهش نگاه میشه، کاملا مثل پرداخت سود سهام عدالت و افزایش حالا شاید کمک‌های سازمان‌های مثل کمیته امداد و سایر سازمان‌هایی که در واقع اون جامعه هدفشون درک‌های پایین جامعه هست، این سیاست‌ها شاید انجام بشه. منتها خب این هم منابع می‌خواد، منابع مالی در واقع در ایران رو به زوال هست به دلایل مختلفی که حالا بحثش انجام شد. بنابراین اینها فقط راهکارهای کوتاه مدت هست. در میان مدت و بلند مدت اون ابرچالش هایی که در حال تبدیل به ابر بحران هستند، تمام اینها رو در واقع مانند یه چرخی زیر پا له خواهند کرد و باز این اعتراض و نارضایتی اقتصادی بیشتر بالا خواهد زد. راه حل اصلی بلند مدت همون تغییر پارادایم هست و دسترسی به جامعه جهانی، به تکنولوژی روز، به سرمایه خارجی برای راه اندازی واقعی اقتصاد ایران و بخش صنعت. ما صنعتمون اکثر بخشاش از نظر تکنولوژی در رده بسیار پایینی هست، در واقع با بهره‌وری پایینی داره کار میکنه، فقط یه بنگاه اشتغال زایی شده. یعنی اگر بخواد اشتغال واقعی ایجاد بشه، ما بسیاری از این صنایعمون رو بعد اصلا کلا جمع بکنیم از نو با سرمایه جدید و تکنولوژی جدید بسازیم. بنابراین من همونطور که خدمتتون گفتم به نظرم میاد راه حل‌های کوتاه مدتی پوپولیستی انجام خواهد شد، مطمئناً مانند همیشه که انجام شده. منتها این بحران شاید در یک سال دو سال آینده واقعا قابل پیش بینی نیست، شاید به خیلی شدت بیشتری دوباره سر بزنه. آقای رحمانی خیلی خیلی کوتاه لطفا، فکر میکنید که اگر در حوزه اقتصادی منظورم هست، یعنی حالا بحث‌های سیاسی رو بذاریم کنار، فکر میکنید که کدام راه حل‌های اقتصادی یا پیشنهادها، نمیدونم، کمک‌های اقتصادی میتونه الان اقشار محروم و یا کارگرانی که به هر حال اشاره کردید ماها سوق نگرفتن، اینها یک یا دو مورد اقدامی که بتونه یه مقدار التیام بخش باشه چه خواهد بود؟ کوتاه. اینا بعد دستمزدها رو بیارم بالا با بالای خط فقر. این یکی از کارهایی که همیشه خواست مطالبه معلمان و کارگران و بقیه اقشار بوده. بیکاری یکی از مسائل بسیار وسیع در ایران بوده، خب باید کار برای بیکاران پیدا بکنن، و اون بازنشستگان همونطوری که اشاره کردن، صندوق بازنشستگان حقوقی که میگیرن بسیار پایینه و صندوق بازنشستگان تحت چیزی کنترل دولته و معلوم نیست چه بلایی سرش بیاد. در رابطه با شرایط، ببین، شرایط اقتصادی به تنهایی توی ایران معنا نمیده. یعنی اگر امنیت سیاسی وجود نداشته باشه، شرایط اقتصادی ایران رشد نخواهد کرد. کی میره تو کشوری سرمایه گذاری بکنه که امنیت
سیاسی نداره، امنیت اقتصادی نداره. من به نظرم دورنمایی که من میبینم از لحاظ اقتصادی، رژیم جمهوری اسلامی در بحرانی ساختاری گیر کرده، بحران ساختاری اقتصادی، و این بحران بزرگترین چالش رژیم از یه لحاظ، و از لحاظ دیگه اگه بخواد اون شرایط درها رو باز بکنه با همون تعدیل نیروی کار رو ارزون بکنه که سرمایه ها سرازیر بشن به ایران، کارخونه ها را بیفتن و این شرایط به وجود بیاد، اون وقت مسئله ایدئولوژیک جمهوری اسلامی مطرحه. یعنی باید خودش رو همگام بکنه با نظام غرب، با دموکراسی غربی، حداقل اصول و قوانین بین المللی رعایت بکنه، اصول و قوانینی که توی آیلو سازمان جهانی کار مطرح شده و سازمان های جهانی دیگه که مطرح شده. عفو بین الملل صدها نامه نوشته که این شرایط امنی برای کارگران، معلمان و بقیه اقشار جامعه نیست. بنابراین هیچ سرمایه گذاری از خارج نمیاد بره تو کشوری سرمایه گذاری بکنه که اون کشور امنیت نداره. دوم مسئله اون ایدئولوژی که من به نظرم اگر بخواد رفرمی بکنه از لحاظ اقتصادی، یعنی بیاد کار ایجاد بکنه، حداقل دستمزدها رو بالا ببره و بیکاران را از بیکاری در بیاره، این رفرم باعث میشه که ضربه ای به ایدئولوژیش، این پولهایی که به سوریه و به لبنان و جاهای دیگه میفرسته، این از لحاظ اسلامی میخواد خودش رو تو منطقه مطرح کنه و از لحاظ سیاسی در حقیقت این رقابتیه که با عربستان و سعودی و کشورهای دیگه میکنه. بنابراین اون سیاست کلی که داره باید عوض بشه، سیاست کلی که نگاهش به جهان خارج، نگاهش به داخل، این دوتا، این مجموعه اگه عوض بشه، من به نظرم دیگه اون مفهومی که الان وجود داره، اون معنایی که برای جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم اسلامی هست، اون نخواهد بود. یعنی اگر در کشوری آزادی سیاسی نباشه، اگر در کشوری هر معترضی زندانی بشه، هر کسی که برای حقوقش، اسماعیل عبدی، بهشتی، غیره و فعالین دیگه، رضا شهابی، تو زندان هم فقط به خاطر مسائل صنفیشون، این نمیتونه از لحاظ جهان غرب که بخواد بیرون چه سرمایه گذاری کنه قابل قبول باشه. بنابراین من به نظرم فعلا راهی نیست، یعنی در یه چالشی رژیم گیر کرده که این چالش رو کارگران باید تعیین بکنن بدون دخالت ترامپ تو کشورهای خارجی. من به نظرم این دفعه نشون دادن که مردم کارگر به طور کل، این مردم میتونن روی پای خودشون وایسن و حقوقشون رو بگیرن و جمهوری اسلامی هم راه چاره‌ای نخواهد داشت. خیلی متشکرم. در بحث مطالبات اقتصادی در واقع همون نکاتی بود که در 40 سال گذشته به هر حال به تفاریق مطرح شده، خصوصا در دو دهه گذشته. بسیار بسیار متشکرم از فرشته احمدی، ناصر کرمی و همینطور آرش آذرمی که از طریق اسکایپ با ما در تماس بودن و ستار رحمان اینجا در استودیو. سپاس از همه مهمانان برنامه. بسیاری معتقدند مشکلات طبقات محروم جامعه و مناطق محروم کشور، حقوقهای معوقه کارگران، بی سرانجام ماندن اعتراضهای کسانی که در مؤسسات مالی متضرر شدند و وضعیت نابسامان اقتصادی از دلایل اعتراضهای روزهای گذشته بوده، کما اینکه در طول برنامه هم اشاراتی بهش شد. در گزارش ویژه این هفته همکارم مریم افشنگ نگاهی انداخته به بحث مالیات‌ها. دولت اخیراً گفته که اختیار بخش مهمی از بودجه عمومی کشور در دستش نیست و اخیراً حسن روحانی رئیس جمهوری خواهان رفع معافیت مالیاتی برخی بنیادها و مؤسسات مذهبی شده و همینطور معتقد هست که همه مؤسسات اقتصادی کشور باید مالیات بدن. گزارش همکارم مریم افشنگ رو با هم ببینیم. وضع اقتصادی و معیشت عده زیادی از مردم در ایران بد است و بسیاری هم در اعتراض به این وضعیت در روزهای گذشته به خیابان‌ها آمدند. دولت حسن روحانی این روزها بیشتر از هر زمان دیگری تحت فشار است، نه فقط از طرف مخالفانش که حتی از طرف رای دهندگانش. ارائه لایحه بودجه به نارضایتی ها دامن زده، به ویژه رقم های کلانی که صرف نهادهای مذهبی و عقیدتی می شود. مشکل دیگر در این میان نهادها و سازمان هایی هستند که امپراتوری های اقتصادی دارند و مالیات هم نمی دهند. اولا همه باید مالیات بپردازن. من استثناء نمیتونم بفهمم. استثناء یعنی چی؟ چطور اون آستان، چطور اون بنیاد، چطور اون دستگاه، چطور اون یکی، یعنی چی؟ همه باید مالیات بدن.
حتی اونجایی که شما میگی سرمایه گذاری و من از مالیات برای 5 سال، 10 سال، 7 سال، 13 سال معافش میکنم، مالیاتش رو روشن کنید، ازش نگیرید. نهادهای زیر نظر رهبر ایران از جمله آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نهادهای نظامی مانند قرارگاه خاتم الانبیای سپاه از پرداخت مالیات معافند. تصور می‌کنم مثل بسیاری دیگر از کارشناسان درون کشور که اگر این دستگاه‌ها رو از پرداخت مالیات معاف هستند وادار کنند مالیات خودشون رو بپردازند، بخشی، البته بخشی از مشکلات دولت در زمینه تأمین منابع مورد نیازش حل خواهد شد و متاسفانه وزنه این دستگاه‌ها آنقدر سنگین است که از عهده دولت بر نمیاد. اعمال فشار به اینها و این نیازمند یک دگرگونی بزرگ است در ساختارهای سیاسی ایران و همینطور در ساختارهای اقتصادی و به خصوص از لحاظ رفرم‌های بنیادی که باید در نظام مالیاتی ایران انجام بگیره. در جریان کمپین‌های انتخاباتی حسن روحانی به وضوح از آستان قدس رضوی و ندادن مالیات انتقاد کرد. ابراهیم رئیسی هم در پاسخ گفت که 3 تا 4 برابر مالیاتی که دولت می‌خواهد از آستان بگیرد، این نهاد به فقرا کمک می‌کند. این هم سخنان آقای رئیسی در 16 آذر و در جمع دانشجویان. تا قبل از من مالیات داده نمی‌شد به امر مبارک حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، مکتوب نوشتن آستان و قدس و شرکت‌های تابع مالیات ندهند. روح الله الموسوی الخمینی امضا فرمودن. من الان مالیات‌های ارزش افزوده دارم میدم. 1. مالیات تکلیفی دارم میدم. 2. مالیات‌های جمعی خرجی را هم با محاسبه وزارت اقتصاد، چون ما چندین برابر اون چیزی که به دولت بدیم الان داریم خرج مستضعفی می‌کنیم، یعنی خرج مواردی می‌کنیم که دولت بود بکنه. الان منتقدان میگویند یکی از مشکلات نظام مالیاتی ایران معافیت مالیاتی است. به گفته برخی کارشناسان نزدیک به 40% تولید ناخالص داخلی ایران از پرداخت مالیات معاف است. این رقم بدون در نظر گرفتن فرارهای مالیاتی است. در مجموع این وضعیت وخیمی را به وجود آورده برای خزانه دولت، چون که مقدار مالیاتی که ما در این لایحه دولتی که اخیراً پیشنهاد شده ما می‌بینیم حدود 128 هزار میلیارد تومانه که در واقع چیزی است در مجموع معادل 8% کل تولید ناخالص داخلی، و این رقم بسیار بسیار پایینی است، چون که در کشورهای توسعه یافته دنیا به طور متوسط 36% تولید ناخالص داخلی صرف پرداخت مالیات میشه، در ایران فقط 8%، و تازه از این مقدار هم مالیات های زیادی پرداخت نخواهد شد. یعنی رقم 128 هزار میلیارد تومان مسلما توسط دولت وصول نخواهد شد. 4 سال پیش خبرگزاری رویترز با انتشار یک گزارش تحقیقاتی ارزش دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام تحت مدیریت رهبر جمهوری اسلامی را حدود 95 میلیارد دلار تخمین زد. ستاد اجرایی فرمان امام یکی از بازوهای عظیم اقتصادی است. چند سال پیش به گزارش مجله حکومت اسلامی وابسته به دبیرخانه مجلس خبرگان، اکبر هاشمی رفسنجانی گفته بود مجلس خبرگان فرضش بر این بود هر چیزی که به رهبری مربوط می شود را پیگیری کند و نهادهای تحت نظر رهبر را به مجلس خبرگان فرا خوانده بودند تا گزارش کارهایشان را بدهند. به گفته آقای رفسنجانی وقتی بعضی از این نهادها دعوت شدند که در جلسه خبرگان حضور پیدا کنند تا گزارش عملکردشان را بدهند، دفتر رهبری مانع حضور آنها در خبرگان شد. به دست آوردن ارزش مالی نهادهای تحت کنترل رهبری کار ساده ای نیست. اکثر این نهادها و شرکت‌های وابسته به آنها برای کمک به محرومان و اقشار ضعیف جامعه شکل گرفته بودند و حالا به امپراتوری‌های اقتصادی تبدیل شدند. وضع اقتصادی دولت و ملت هر دو خراب است. مردم هم چشم‌اندازی برای خروج از این شرایط اقتصادی نمی‌بینند و در اعتراض به آن به خیابان‌ها آمدند. آقای خامنه‌ای بارها به مسئولان گوشزد کرده که باید به وضع معیشتی مردم برسند و پیشنهاد اقتصاد مقاومتی را داده.
آیا بعد از اعتراض‌های گسترده اخیر به امپراتوری‌های اقتصادی زیر فرمان خود توصیه خواهد کرد که آستین‌ها را بالا بزنند؟ متشکرم از همکارم مریم افشنگ و سپاسگزار از شما که تا انتهای برنامه ما رو همراهی کردید. این برنامه برای یک هفته روی وبسایت بی بی سی فارسی در دسترس است. آدرس ما هست bbcpersian.com/safedo و همین الان برنامه رو مجددا روی کانال یوتیوب ما هم میتونید ببینید. آدرس توییتر ما هست @bbcpage2 و آدرس فیسبوک ما هم هست facebook.com/bbcpage2. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه خواهد بود. شب روزتان خوش.